همزمان با مطرح شدن پرونده حقوق بشر ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم به نیویورک سفر کرده. ساعتی پیش آقای لاریجانی در نشستی خبری شرکت کرد. خبرنگارمان بهمن کلباسی هم در نیویورک به این نشست رفته بود و در این نشست حاضر بود. حالا خود بهمن از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست تا برامون از جزئیات این نشست خبری بگه. بهمن نگین، همینطوری که میدونید معمولا سنت مقامات جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میومدن به ویژه محمود احمدی نژاد این بوده است که کنفرانس های خبری رو در محل هتلشون برگزار میکنن. در نتیجه تعداد محدودی از مطبوعات و رسانه ها دعوت میشن. بی بی سی فارسی هیچ وقت اجازه پیدا نکرد به اون کنفرانس های خبری بره. آقای لاریجانی سنت شکنی کرد و امروز کنفرانس خبریش رو در یکی از سالن‌های سازمان ملل برگزار کرد که محدودیتی نمیتونن مقامات دفتر نمایندگی ایران ایجاد کنن برای کسانی که در اون نشست شرکت میکنن. اولین سوالی که یکی از خبرنگاران از آقای لاریجانی کرد این بود که چرا دولت ایران اجازه نمیدهد آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر، به ایران بره، که او گفت اساساً ما قبول نداریم انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران رو، و بعد هم گفت که آقای احمد شهید گزارشش معتبر نیست و ابراز نارضایتی کرد از اینکه او مثلا با بی بی سی فارسی گفتگو کرده. در جواب پرسش دیگری در مورد بازداشت وکلای دادگستری در ایران از جمله آقای سلطانی هم گفت که او اتهام سنگینی داره در ارتباط با به خاطر ارتباط با یک گروه تروریستی، ولی نگفت چه گروه تروریستی و چگونه یه همچین اتهامی وجود داره و مدارکش چیست. در میانه این کنفرانس خبری با اینکه مسئولین نمایندگی علاقمند نبودن که من سوالی بکنم، نهایتاً ازشون در مورد ادامه بازداشت خانگی آقایان کروبی و موسوی پرسیدم که اینطور پاسخ دادن. آقای لاریجانی، از بی بی سی فارسی شکایت کردید در صحبتاتون همزمان به طور پیوسته با پارازیت دولت شما در پخش برنامه‌های بی بی سی فارسی اخلال ایجاد می‌کنه. دست کم اجازه بدید من یک سوال بکنم. آقای احمدی نژاد مهر ماه که به اینجا آمده بود در برابر پرسش خبرنگاران که ازش پرسیدند اگر دولت ایران به حداقل حقوق شهروندان احترام می‌گذاره چرا این همه زندانی سیاسی داره، چرا دو مخالف اصلی دولت آقایان کروبی و میرحسین موسوی در زندان خانگی هستند. او یک بار گفت که اساساً آنها آزاد هستند و یک بار دیگه هم گفت که در کار قوه قضاییه دخالت نمی‌کنه. شما پاسخ بدید چرا آقایان موسوی و کروبی بدون اینکه حتی هیچ دادگاهی براشون برگزار بشه در زندان خانگی هستند؟ Well, nobody is in house arrest without trial and without court order. کسی بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی نیست. تحریک برای اعمال خشونت دلیل اصلی علیه آنهاست. این برای همه روشن است. دوست و حامی یا رقیب آقای احمدی نژاد بودن اهمیتی نداره. هر کسی که تشویق و تحریک به خشونت کنه با او برخورد جدی خواهد شد. کشور قانون داره، حکم دادگاه برای اون هست. فکر میکنم این پرونده وقتی روند قضاییش تکمیل بشه همه از جزئیات مطلع خواهند شد. الان تنها دلیل بازداشت این افراد تحریک به خشونت نیست، دلایل دیگری همچون اقدامات غیر قانونی هم هست. هنر زندگی در دموکراسی اینه که اعتراضتون رو از راه‌های قانونی مطرح کنید. اگه یه نفر در انتخابات شکست بخوره و بعد بگه که من نتیجه رو قبول ندارم و از مردم بخواد بیان توی خیابون و شیشه بانک‌ها رو بشکنند و اعمال خشونت کنند و دولت رو عوض کنند، این دموکراسی نیست. دموکراسی از برگه رأی به دست میاد، نه از شمار توده‌ها در خیابان. البته بعد از پایان کنفرانس خبری من پرسیدم از آقای لاریجانی که با توجه به اینکه مدت‌ها از این بازداشت‌ها می‌گذره چرا محاکمه‌ای برگزار نمیشه که این پرونده‌ای که ایشون ازش صحبت می‌کنه رو همه ببینن، که اینطور جواب داد. سوال ساده‌ای من که شما می‌فرمایید اینها می‌خواستن خشونت ایجاد بکنن این است که چرا محاکمه‌شون نمی‌کنن؟ الان 6 ماه نزدیک 8 ماه آقای موسوی کروبی در زندان هستن، چرا محاکمه‌شون نمی‌کنن؟ خدا حافظ شما. یعنی آقای لاریجانی جوابی نیست به این سوال که شما محاکمه نمی‌کنید کسانی که تو این رژیم رئیس مجلس بودن؟ من به سوال‌ها اشاره کردید، سوال دیگه‌ای بوده که تا حالا فرصت نشده بهش اشاره کنی؟ بعضی از خبرنگاران طبیعتاً در مورد گزارش آژانس بین‌المللی سوال کردند و همچنین سوال‌های مطرح شد در مورد انفجاری که در تهران اتفاق افتاد.
و این که آیا امکان داره ایران با توجه به وضعیت جدیدی که با این گزارش به وجود آمده در مورد مسائل هسته‌ای گفتگو بکنه و وارد یک مذاکرات جدی بشه؟ در تمامی موارد صحبت‌های آقای لاریجانی متفاوت چندانی با صحبت‌هایی که معمولا از مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا دولت آقای احمدی نژاد می‌شنویم نداشت. او تاکیدش بر این بود که همه آنچه که می‌گذرد به خاطر این است که آمریکا اعمال نفوذ کرده، حتی در مورد سوریه گفت که این که کشورهای عربی دارن فشار میارن رو سوریه به خاطر نفوذ و فشار آمریکاست، و در نتیجه تاکیدش بر این بود که بسیاری از مخالفت هایی که در داخل سوریه با دولت آقای بشار اسد میشه هم محصول کسانی است که از کشورهای خارجی به سوریه رفتن و دارن علیه دولت اون کشور میجنگن. ممنون. بهمن کلباسی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما.